فکر میکنم که خواندگی خود من و زمینی خدمت خود من در پرستش هست و اگر اینجا در خدمت شما عزیزان هستم ممنون که شما من متحمل شدید، ولی زمینه اول خدمت من در قسمت پرستش هست، بنابراین این بحث امروز برای من جای مخصوصی داره. من فکر میکنم که به عنوان خادم پرستش، حتی عزیزانی که بیننده هستن و در کلیسا عضو هستن، خوبه که یک برهان کتاب مقدس ما داشته باشیم، یک دانش بهش میگن پیش درآمد تعالیم الهیات مسیحی ما داشته باشیم از عهد عتیق که بیانگر اون چیزی باشه که امروز در کلیسا داریم انجام میدیم. از شما دعوت میکنم که نگاه بکنید به این اسلایدی که فراهم کردیم. پرستش در ایمان مسیحی پیش درآمد تعالیم الهیات شماره یکی برای دفعه بزنم. بله، اسلاید شماره یک هست که از عزیزان اتاق فرمان خواهش میکنم، اتاق فنی خواهش میکنم که اینو بگذارن. چهار تا کلمه هستش که امروز چهار عبارت هستش که میخوایم روش تمرکز بکنیم. یکی تابوت عهد خداوند هست، یعنی حضور خداوند در میان قومش، این در عهد عتیق هست، هر جا که تابوت عهد بوده یعنی حضور خداوند هم اونجا بوده. دوم کلمه لاویان، لاویان یعنی خوانده شده برای حمل تابوت عهد. این کسانی بودن که از 12 یکی از 12 سبت یهود بودن و اینها وظیفه‌شون این بود که تابوت عهد رو حمل بکنن. سوم خیمه موسی بود، خیمه موسی مکانی بود که در اونجا تابوت عهد یا صندوق عهد نگهداری میشد به علاوه چیزهای دیگه. و چهارم خانه خدا در زمان داوود بود که مکان جدیدی بود برای نگهدار داشتن تابوت عهد یا صندوق عهد. من میخوام حالا این چهار تا عبادت رو داشته باشیم و بدونیم که در عهد عتیق جایی که صندوق عهد یا تابوت عهد رو نگه می‌داشتن جایی بود که خدا میگفت حضور من اونجاست. پس وقتی که در عهد عتیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم که موسی اومد و در اون خیمه اجتماع یک جای درست کردن به نام قدس الاقداس، به انگلیسی بهش میگن هولی اف هولیز، و اومد و در اونجا تابوت عهد رو گذاشت. درست. و گفتش که هیچ کسی نمیتونه وارد اونجا بشه غیر از رئیس کهنه. در حقیقت اگر خواهش می‌کنم که قسمت اسلاید بعدی رو بگذارید عزیزان، اسلاید بعدی رو اگر بگذاریم می‌بینیم که نشون داده میشه که در اون قسمت خیمه موسی در عبرانیان میگه که سالی یک مرتبه فقط رئیس کهنه میتونسته وارد اونجا بشه و بعد از اونم بعد از دیختن خون قربانی بود که بتونه اونجا وارد بشه و خدمت بکنه. پس بنابراین برمیگردیم سراغ این که جایی که حضور خدا بوده سمبولش تابوت عهد بوده، در خیمه بوده و فقط سالی یک بار رئیس کهنه میتونست وارد اونجا بشه. پس یه خیمه اجتماعی رو خدا میگه به موسی که اونجا برپا بکنن، قدس الاقداسی بوده که در اون قدس الاقداس تابوت خدا هم بود که سال یک مرتبه کاهن اعظم با خون پاشیدن میرفت اونجا و عبادت میکرد. حالا لاویان کیا بودن؟ لاویان کسانی بودن که وقتی قربانی مختلف رو میوردن، قربانی های نظری بوده، سوختنی بوده، جنبادنیدنی بوده، هر چی که بوده لاویان اینها رو دریافت میکردن. در حقیقت اگر بریم سراغ کتاب راهنمای کتاب مقدس، در مورد لاویان نوشته که خدمت آنها مقرر کرده بوده شده تا در قسمت تقدیم قربانی حیوانات شفیع میان خدا و قوم یهود باشند و این قربانی ها رو میوردن در حضور خداوند و میوردن. و جالب هستش که در مورد لاویان میگه که اونها کاهن بودن. در یوشع 3:3 میگه که اونها خدمت شبانی داشتن انجام میدادن، در صورتی که شبان اصلی اون قسمت در حقیقت هارون بوده، ولی قوم لاوی هم کهانتی رو داشتن. وقتی که داوود میاد، زمان داوود، ما با یک مبحث دیگه روبرو میشیم به نام خانه خدا. خب فرق خانه خدا و خیمه موسی چیه؟ وقتی که داوود میاد، زمانی که اومده جنگ، در اثر جنگ های مختلف قوم یهود تابوت رو از دست میده به فلسطینی ها. درست. و برای سالها بوده که دیگه در قدس الاقداس تابوتی نبوده، ولی باز هم در اون خیمه موسی مردم میرفتن قربانی میوردن و خدا رو پرستش میکردن. داوود وقتی که تابوت عهد رو میگیره یا صندوق عهد رو میگیره میگه که خدا به من صحبت کرده و گفته که دیگه از ما قربانی های خون رو نمیخواد. در حقیقت اگر کلام رو بذاریم در قسمتی جالب در مزمور 50:14 میگه که زیرا قربانی رو دوست نداشی و الا میآوردم، قربانی سوختنی رو پسند نکردی. پس دفعه داوود میاد، همونطور که شیش سارا در برنامه هفته پیش گفتن، داوود میاد میگه آقا فصل جدیدی از پرسته شروع شده، ما قبلا در خیمه موسی میرفتیم قربانی خون میوردیم، ولی حالا میخوام یک جای جدید رو بگذاریم، نه اینکه خیمه موسی کنسل شده بعد، نه اینکه قربانی ها از بین بره و اون سر جای خودش هست، ولی ما حالا میایم و قربانی ما میشه تسبیح زبان ما، با زبان و با موسیقی پرستش میکنیم. زمان موسی سال یک بار رئیس کهنه وارد اونجا میشد، ولی داوود گفتش که از این به بعد تمام لاویان بیان و 24 ساعته
در جلوی تابوت عهد علناً خدا رو پرستش بکنن. پایبر جان در واقع اینو میخواد بگه که در کنار شریعتی که بود و اون کاری که اونجا انجام میشد، یک رابطه زنده در پرستش هم ایجاد شد که از قالب شریعت بیرون میاد و وارد یک رابطه زنده میشه. دقیقاً به نوعی میشه گفتش که داوود اومد و گفتش که ما چرا بخوایم خرافاتی رو که در خیمه موسی میره قربانی میاریم، نمیگم خرافات کلمه قبیح میتونه باشه، ولی اون رسمی رو که قبلا اونجا بوده چرا اون انجام بدیم؟ بیام خداوند رو در بودی جدید، در آزادی جدید پرستش کنیم. پس همراه اون پرستش 24 ساعته قوم لاویان نوازنده های چیره دست بودن، خادمین بودن که خوانده شده بودن که اونجا با کرنا زدن، با رقص، با شادمانی پرستش بکنن. و میبینیم که فرم های جدیدی رو داوود آورد. مزامیر دقیقا سرودنامه هستش که اونها رو میخونن با موسیقی، دست میزدن، میرقصیدن، پرچم میوردن، سازهای مختلف میزدن و فرم های جدیدی رو در پرستش داوود آورد. نه اینکه قربانی نباشه، ولی گویی داوود در ضمیر خودش میدونستش که قربانی خواهد اومد، پسر خدا عیسی مسیح خواهد اومد در آینده و خونی ریخته خواهد شد. پس گویی که یک حالت نبوتی در پرستش داوود بود که میگفتش که خون خداوند ریخته خواهد شد. یعنی در واقع پرستش با او قربانی تموم نمیشد، قربانی تازه شروعی بود که وارد یک رابطه عمیق‌تر با خدا و پرستش بشه. دقیقاً. و این خیلی خیلی مهم هست. چرا؟ چون این مبحث و این فونداسیون پیش‌درآمد تعلیم پرستش از عهد عتیق برای عهد جدید خیلی مهم هست. یعنی ما باید اون دانش و برهان الهیات داشته باشیم که بدونیم امروز کلیسا، کلیسای عهد جدید، کلیسای من و شما چگونه داره در پرستش میده جلو. کتاب خداوند چی میگه؟ حالا ما امروز روبرو شدیم با یک سری بحران ها به خاطر اینکه میبینیم که در کلیساهای امروزه ما، من و شما عزیزان، من میذارمش سه تا مرحله هست، در سه تا موضع مختلف کلیساها داره میره جلو. یکی در افراد هست، یکی در تفریط، یکی هم کلیساهای هستن که در تعادل و در اصول کتاب مقدس دارن میرن جلو. حالا اگه بخوام بیان بکنیم افراد و تفریط چی هست، میگن این ممکنه بحث برانگیز باشه ولی دوست داریم که از عزیزان بشنویم. قسمت افراطش میتونه این باشه که پرستش ما انقدر خشک باشه که درش اصلا روح القدس نباشه. یعنی ما فقط بیایم اونجا انجام وظیفه انجام بدیم و وقتی که بیایم اونجا احساس بکنیم که وای دعوت به رفتم کلیسا، وای چه خسته کننده بود، و اونجا بیستیم و حتی اصلا پرستش نکنیم، میتونه باید من باشه. یه جور دیگه هم اینو اضافه کنم، یه جور دیگه که من خودم میفهمم، پرستش خوش میتونه پرستشی هم باشه که ساز و تمام اینا هم باشه ولی ارتباط به وجود نیاد. آفرین. اینم وظیفه است. آفرین. وقتی که این ارتباط برقرار نیست، وقتی که پرستش از دل بیرون نمیاد. دقیقاً. البته باید بگیم که پرستش ما وظیفه هست. درست. ولی به چه شکل انجام میشه؟ وظیفه‌ای که از دل بیرون نمیاد، وظیفه‌ای که با اشتیاق درش نیست. ببینید من اینجا پرستش نگاه میکنم. اگه شما یه آینه داشته باشید، وظیفه آینه این نیستش که انعکاس شما رو نشون بده. کار آینه اینه. یعنی آینه طبیعتاً ذاتاً از نظر طبیعی طوری که درست شده این هستش که انعکاس چهره ما رو به ما نشون میده. پرستش انعکاس طبیعی عشق علاقه ما به حضور خدا در زمین. آمین آمین. یعنی نه فقط وظیفه نیست، بلکه ما ساخته شدیم که انعکاس و انعکاس رفتار ما به خدا این باشه که دوست داریم، مرسی برای محبتت. پس افراط این هستش که خشک است، تفریط این هستش که میگیم فرم هایی رو که داوود آورده در آزادی بیان در هر جمعه انجام میدیم، یا ببینیم در کلیسا میدیم و ببینیم که یک نفر داره دست میزنه، یک نفر داره آهنگ میخونه، یک نفر داره میرقصه، یک نفر پرچم آورده، یک نفر داره یعنی هر کسی یک آزادی داره که میگه که ما حالا در این چارچوب دیگه وجود نداره و بیا ما هر کاری که میخوام روح القدس میگه انجام بدیم. به نظر من اون تفریطه و این میتونه خطرناک باشه.